سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 ماه سنبله سال 1369 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه سپتامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن 9 سرباز ناتو در جنوب کشور. ادعای دکتر عبدالله عبدالله درباره پیروزی چشمگیری ائتلاف و تغییر امید در انتخابات پارلمانی و بررسی دفعه برنامه توسعه 1300 از سوی رهبران جهان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در نتیجه سرنگون شدن چرخبال نیروهای ناتو 9 سرباز نیروها کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. عامل امنیت فرماندهی پلیس زابل میگوید که این چرخبال صبح امروز در بلسپوری دایچوپان ولایت زابل سرنگون شد که 9 سرباز این نیروها جان باختند و 1 سرباز افغان، 2 سرباز ناتو و 1 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 529 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. رهبر ائتلاف تغییر امید از پیروزی چشمگیری این ائتلاف در انتخابات پارلمانی خبر میدهد. دکتر عبدالله عبدالله میگوید که شمارش های نخستین در محلات رای دهی نشان میدهند که شمار زیاد از نامزدان این ائتلاف توانستند آرای چشمگیری به دست بیاورند. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید میگوید که پس از رسیدگی به شکایت های انتخاباتی امکان برنده شدن نزدیک به 100 تن از اعضای این ائتلاف وجود دارد. در نظر داشت نتایج ابتدایی که هنوز نتایج کاملا ابتدایی است و چندین مرحله دیگر سپری میکنه، من خوشبین هستم که تعداد قابل ملاحظه از کسایی که در این ائتلاف با ما هم نوا بودند به پارلمان آینده افغانستان راه پیدا میکنه. از سوی دیگر دکتر عبدالله میگوید که وای تلاش دارد تا با راه یافتن بیشتر نامزدان این ائتلاف به پارلمان آینده برنامه های اصلاحی را در سطح حکومت پیاده کند. نقش پارلمان ایجاد یک نظارت است بر اعمال حکومت. از این لحاظ در صدد ایجاد اصلاحات در سطح حکومت به صورت کل به حیث یک مجموعه اصلاح طلب در این راستا با جدیت انشاءالله این اپوزیشن فعال خواهد بود در پارلمان افغانستان. دکتر عبدالله گفته است که این ائتلاف می خواهد با وجود تقلب های گسترده و شرکت کمرنگ مردم در انتخابات مجلس نمایندگان نفوذ خودش را در پارلمان آینده کشور گسترده تر سازد. این در حالی است که اعضای این ائتلاف در پارلمان گذشته به پیش از 50 تن نمی رسید. شمار از عالمان دین هر گونه دستبرد و تقلب را در رأی مردم گناه می دانند و از دولت می خواهند تا به تقلب ها و تخطی های انتخاباتی رسیدگی کند. در این حال شمار از باشندگان پایتخت پیامد بی‌پروایی ها را در برابر تقلبکاران نگران کننده می دانند. در حالی که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تخطی ها و تقلب های انتخاباتی را بررسی می کند، شمار از عالمان دین خواهان پیگیری جدی این موضوع از سوی نهادهای عدلی و قضایی هستند. تقلب ناروا است. اگر در وزن گندم که برای آدم تقلب بکنه، اگر در وزن شکر و چاکلیت آدم برای آدم تقلب میکنه، اگر در وزن روغن و آرد برای آدم تقلب میکنه، حرام است. در تقلب کردن در رایدادان هم حرام است. قرآن کریم میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند شما را امر میکنه که امانت را به اهلش بده. حق آمدن یک انسان دیگر به یک منصب به اساس دادن رأی بیشتر به کاندیدی مورد نظر خود تلف میکند، یک تلفی هم ایمانه شدن هم از رسیدن او انسان شایسته به یک موقف درست یه هم ظلم و تعدی و گناه هست. در همین حال شمار از باشندگان کابل کاربرد تقلب ها و تخطی های انتخاباتی را نکوهش می کنند و این کار را بازی با سرنوشت مردم می دانند. هر کسی که تقلب در سرنوشت ملت ما کده باشه باید از با پای میز محاکمه کشانده شوند. در افغانستان در معصوم خلقو در راتلونکی او در سرنوشت پاره یو ډیر لو جفاده اطلاع بده سورن که فلانی کاندید تمی کار کردن اصلا باید نام ما را بیخی از فهرست پاک کنن. در حالی که نهاد ناظر از وجود تخلف و تقلب در انتخابات پارلمانی سخن میگویند، کمیسیون مستقل انتخابات نیز وجود تخلف و تقلب را رد نمی کند، اما میگوید که این موضوع به گونه جدی پیگیری خواهد شد. امروز 30 ماه سنبله روز جهانی صلح است. دبیرکل سازمان ملل این روز را با ارزش می‌داند
و میگوید که باید از این روز حمایت شود. در این حال رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مخالفان مصالح دولت میخواهد تا از خشونت دست بکشند. از سوی دیگر نهادهای جامعه مدنی میگویند که اراده برای آوردن صلح در افغانستان وجود ندارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی که به همین مناسبت پخش شده است از تلاش‌هایش برای آوردن صلح در جهان سخن میگوید. من زنگ صلح را در سازمان ملل متحد به صدا در می آورم. از همین روز که هر روز برای صلح کار می کنم و در میان گروه های مخالف میانجیگری می نمایم. شمار زیاد از کودکان با سر دادن شعار ما صلح می خواهیم از تمامی مخالفان مصالح دولت می خواهند که بر روند صلح بپیوندند. ما صلح می خواهیم. صلح خوشبختی را به بار می آورد. زنده باد صلح. ما از طالبا می خواهیم که جنگ دیگه بس کنند و ما صلح می خواهیم. ما از طالبا می خواهیم که صلح بپیوندند. در این حال شماری از آگاهان نیز از مخالفان مصالح دولت می خواهند تا بر روند صلح بپیوندند و دست از خشونت بردارند. روزی را شاهد باشیم که در کشور دیگه آواز تفنگ کس نشنوه و از نیروهای خارجی هم خبری نباشه و ما در صلح و ثبات با نیروی خود ما زندگی کنیم. مخالفین مسلح به هر نام، هر عنوان، هر آدرسی که در داخل جغرافیای افغانستان فعال هستند پیام ما است اینا زود به زودترین فرصت بیاین به روند صلح بپیوندن و در قدم اول یک آتش بس کلی و سرتاسری را اینا تامین کنند. صلح برای یک روز نخستین بار رسوی جریمی گیلی فیلمساز بریتانیایی بنیاد گذاشته شد. پس از آن سازمان ملل متحد 21 سپتامبر را هر سال به نام روز صلح تجلیل می کند. در روز جهانی صلح وزارت ساتاما کمپاین واکسین 8 گانه را با همکاری نهادهای جهانی در شمار از نواحی کابل آغاز کرد. این وزارت میگوید نبود امنیت، موانع جغرافیایی و پایین بودن سطح آگاهی شمار از مردم سبب شدند تا مردم دسترسی کمتر به خدمات بهداشتی داشته باشند. نهادهای بهداشتی جهانی در افغانستان از کسانی که به گونه سبب شدند تا شماری از مادران و کودکان به خدمات بهداشتی دسترسی نداشته باشند، به کارمندان بهداشت اجازه دهند تا خدمات بهداشتی را در آن بخش ها عرضه کنند. در یک تعداد از ساحات کشور ما که متاسفانه از موانع امنیتی رنج میبرند، اما از این فاکتورها با هم یکجا می شود و یک دسترسی نسبتا پایین‌تر را نشان می دهد. من از تمام طرف های درگیر در افغانستان می خواهم تا ارزش صحت و کارمندان بهداشت را بدانند و به این کارمندان اجازه دهند تا به افغانان خدمات بهداشتی عرضه کنند. هدف از تلاش امروزی ما رسیدگی به کودکان و زنان باردار است که در بخش های دوردست زندگی می کنند و تا کنون نتوانستند از خدمات بهداشتی مستفید شوند. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه، برنامه کمپاین واکسین معافیت دهی به کودکان و مادران از آغاز روز جهانی صلح به بعد قرار است در ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و قندهار آغاز شود و نیز در نظر است که این برنامه در ولایت‌های دیگر از طریق بیشتر از 1000 مرکز بهداشتی عملی شود. در این حال شمار از دانش آموزان و مردم ولایت هرات با همکاری نمایندگی سازمان ملل در هرات روز جهانی صلح را تجلیل کردند. اما مراسم‌های برگزار شده در این روز به اندازه سال‌های پیش گسترده نبود. شمار از مردم می‌گویند که ناامنی‌های اخیر سبب شدند تا مردم در چنین مراسم‌های شرکت نکنند. این کودکان و جوانان کاغذ پرانهای حامی پیامهای صلح را به هوا می کنند. امروز روز جهانی صلح است و انتظار می رفت این روز در افغانستان پرشورتر برگزار شود. اما مشخص نیست که چرا برگزاری مراسمهای مربوط به روز جهانی صلح کمرنگ تر شده است. شاید دلیلش گسترش ناامنی‌ها در افغانستان باشد. بعضی از افراد استفاده جویی بودند که از این راهپیمایی که مردم به خاطر صلح بیرون می‌زدند اونها استفاده می‌کردند و اول به جنگ و خونریزی مبدل می‌کردند. صلح می‌خوایم، جنگ بسته دیگه، از جنگ تمام مردم خسته شده، بلخص جوانا. ما افغانستان صلح می‌خوایم، می‌خوایم کشت و کشتار کم باشه. سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در غرب کشور میگوید این سازمان تلاش میکند تا برنامه‌های گسترده‌ای را برای گسترش فرهنگ صلح‌طلبی در افغانستان راه اندازی کند. روز جهانی صلح باید که برای تمام افغان‌ها یک تعهد و یک میثاق دوباره باشد تا با هم تعهد کنند که صلح به کشور بازگردند. ما کودکان افغانستان صلح می‌خواهیم.
با وضع موجود در افغانستان و موجودیت ناامنی ها در برخی ولایت های این کشور، سازمان ملل متحد تلاش می کند تا با ایجاد برنامه های مختلف و ایجاد نمادهای مختلف صلح به مردم این کشور امید بدهد که این کشور هم روزگاری آرام خواهد شد. محمد رضا شیر محمدی، طلوع نیوز، هرات. نیروهای بریتانیایی بولسپوری سنگین ولایت هلمند را ترک کردند. این نیروها پس از 4 سال ماموریت در بولسپوری سنگین ولایت هلمند مسئولیت تامین امنیت این بولسپوری را به نیروهای آمریکایی سپردند. نیروهای بریتانیایی از سال 2006 میلادی به این سو در این بولسپوری حضور داشتند. با 106 تن این نیروها در این بولسپوری کشته شدند. پس از 5 تابستان خونین در سنگین، بالاخره نیروهای بریتانیایی مسئولیت تامین امنیت این بولسپوری را با سربازان دریایی ایالات متحده آمریکا سپرد و با بیرون شدن از این منطقه آغاز کرد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که نیروهای بریتانیایی باید به دستاوردهایشان افتخار کنند، زیرا ولسوالی سنگین یکی از مناطق پرچالش در افغانستان بوده است. شمار قربانیان بلند بوده است و ما شجاعت سربازان را که جانهایشان را از دست دادند نباید فراموش کنیم. آنها به هدف کامیابی ماموریت جهانی که به سود امنیت ملی بریتانیا نیز می باشد، جانهایشان را از دست دادند. معاون فرمانده این نیروهای ناتو در افغانستان می گوید که این اقدام یکی از کارهای معمول جا به جاسازی این نیروها در ساحه جنگ و یک عمل تکتیکی نظامی می باشد. فرماندهان نظامی اصرار می ورزند که جا به جا شدن این نیروهای آمریکایی به معنای نجات این نیروهای بریتانیایی نیست، بلکه این تغییر یک وقفه برای هزاران نیروی خواهد بود که نبردهای سخت را در سنگین انجام داده اند. یکی از سربازان بریتانیایی میگوید با وجود اینکه پیشرفت‌ها در ولسوالی سنگین نسبت به دیگر مناطق هلمند آهسته بودند، اما تلاش‌های نیروهای بریتانیایی در آنجا بی ارزش نیستند. ما نمی‌توانیم از احساسات نیروهای بریتانیایی در سنگین چشم پوشی کنیم. به این معنا که گروه نظامی ما به مدت 4.5 سال در آنجا سنگین ترین تلفات را متحمل شدند. ولسوالی سنگین ولایت هلمند یکی از مرگبارترین مناطق برای نیروهای بریتانیایی گفته شده است. تقریبا 1/3 از 337 مورد مرگ نیروهای بریتانیایی در افغانستان در این منطقه گزارش شده است. در حال حاضر بریتانیا حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد. در یک انفجار در ولایت پروان 5 تن از کارمندان شرکت راهسازی کشته شدند. فرمانده پلیس پروان میگوید که این رویداد صبح امروز در بولسپوری شینوار ولایت پروان انجام رخ داد. این مردان از چاریکار به سوی قربان در حرکت بودند. با موتر آنان به یک ماین کنار جاده برخورد کرد. در این حال مالک این شرکت راهسازی میگوید که 2 مهندس پاکستانی نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. مقامات در ولایت میدان بردک از کاهش 39% رویدادهای اعراض افکنانه در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سخن میگویند. والی میدان بردک میگوید که تلاش‌ها برای رشد و افزایش ظرفیت نیروهای پلیس و اردوی ملی ادامه دارند و تنها در 1 سال گذشته بیشتر از 700 پلیس آموزش دیدند. وی میگوید که تنها در 2 سال اخیر 40 میلیون دلار در پروژه‌های گوناگون در این ولایت به مصرف رسیده است که برای بیش از 1,000 تن زمینه کار فراهم شده است. والی میدان وردک از کاهش 39% رویدادهای هراس افغانانه در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت سخن میگوید و میزان مشارکت مردم را نیز در این انتخابات گسترده‌تر می‌داند. به گفته وی در 15 مرکز 140 صندوق رای دهی گذاشته شده بودند. تقریبا 90% په امنیتی پیخو کی کموالی و لس پا دیر یو خاص شوق سره گردون پکی کاو. از سوی هم ولی میدان وردگ میگوید که اوضاع امنیتی در این ولایت نسبت به گذشته بهتر شده است و در حال حاضر کار بالای برنامه های گوناگون توسعه‌ای با هزینه 3.6 میلیون دلار در این ولایت جریان دارند.